دوستان عزیز، زرتشت هستم. سلام. امروز ما یک برنامه داریم با خانم سحر حسینی که ایشون جورنالیستن و هنرپیشه تئاتر و سینما. میخوام ایشون رو ویلکام کنم. ما داریم این دفعه هفته دومیه که این برنامه رو داریم و برنامه‌مون اینه که در آینده این کار رو مرتب انجام بدیم. من منتظرم که سحر خانم جوین کنه. فکر کنم که this is where she is. میسش کردم من. سحر جان، سحر خانم سلام. سلام. میگه هیچ آغازی زیباتر از سلام نیست. سلام برای شما آقای زرتشت. متشکرم، مرسی که قبول کردی که این برنامه رو با من انجام بدی. میدونم سر خیلی شلوغه، خیلی کار داری و خوشحالم که ما میتونیم ادامه بدیم کارمون رو با هم. ممنونم آقای زرتشت. من یک سلام عرض می‌دارم خدمت تمام دوستانی که در این لایو هستن و مشتاق شما و برنامه های شما و کورس های شما هستن. خیلی ممنون آقای زرتشت. خواهش میکنم سحر خانم. خب شما یه چند تا از من دیروز که با هم صحبت میکردیم از من یه سوالایی میکردی راجع به برنامه هایی که دارم یا میخوام چیکار بکنم. یادمه بعد دیگه گفتیم که بهتر اینه که با همه شیرش بکنیم که دیگران هم در جریان باشن که برنامه ما چیه، میخوایم کجا بریم، چیکار کنیم، هدف چیه. بفرمایید دیگه، میخوایم کجا بریم، هدف چیه. آره ما راجع به این صحبت کردیم. گوهد سر جان از من سوال داشتم. البته موضوع اینه که ما راجع به این صحبت کنیم، نجنگیدن با زندگی. و توی این یک موضوعی که الان من بهتون گفتم یه عالم حرفه، یه دنیا حرفه و خیلی جواب داره. الان خیلی از جوانان ما هستن آقای زرتشت که خیلی درگیر مسائلهای اندک و خیلی کوچیک هستن با زندگی خودشون و با رابطهاشون و همینطور حتی با رابطه کاری. همه پیشنهاد شما برای این جوانان چیه؟ در این رابطه برام بگین و بعدا میریم سراغ سوالای بعدی در رابطه به کارا و اینکه قرار بده. این خیلی ایدیای خوبیه برای اینکه این موضوعی که ما تصمیم میگرفتیم راجع به صحبت کنیم، راجع به جنگیدن با زندگی، یه سابجکتیه، یه سوژهیه که به طور کلی تمام آدمای دنیا با این در توی این داستان هستن، یعنی می جنگن خیلی با سرنوشت و زندگیشون و این ریشش میره به این جایی که از ما یک احساسی داریم که این احساسمون اینه که ما کننده کاریم. یعنی من دارم تصمیم میگیرم تو هر لحظه زندگیم که چی کار بکنم، کجا برم و چجوری بتونم که یه جورایی منیپولیت کنم. منیپولیت نمیدونم فارسیش به چی میشه، یه جورایی من بتونم کنترل کنم زندگی رو که چیزها به نفع من برن، چیزها یه جوری بره جلو که من دلم میخواد. اوکی. این حالا اتفاقی که میفته اینه که چیزی که به ما یاد نمیدن از بچگی اینه که البته یه سری از جوانای نسل جدید، یه سری از اینا اوتوماتیک توی دی ان ای شون وجود داره. یعنی این جوانایی که باز شدن با خودش یه ذره اومدن توی رای عرفان یا مدیتیشن میکنن، اینا میدونن اینو. ولی به طور کلی
به عموم جمعیت عموم نمیدونه اینو، چون خیلی برای خیلی ها طول میکشه سالها تو راه عرفانی باشن تا به این چیزی که من الان برات میخوام توضیح بدم برسن. حالا این چیه؟ یکی اینه که مثلا تو انگلیسی ما میگیم که go with the flow، با flow برو، یعنی با این جهت رودخونه، اون در اون دایرکشنی که این رودخونه داره میره، ما با اون وری بریم و سعی نکنیم که شناه کنیم بر علیه جهت رودخونه، اون فلو رودخونه برعکسش بریم، مخصوصا زمانی که آب داره سریع به یه طرفی میره. اینو که این رو که آدم شروع کنه فهمیدن و این اون وقت مسئله سرندر میاد، یعنی میگن که فکر کنم فارسیش میشه که توکل، مثلا میگن توکل کن به خدا، توکل کن به یونیورس، توکل کردن. و اینه که توکل کردن به خدا یا توکل بکنی به جهان هستی، یعنی اینکه اون حالتی که ما میخوایم کنترل کنیم، تو کنترل باشیم، و اون احساس که من الان میکنم، مثلا من دارم رانندگی میکنم، این فرمون ماشینه و من دارم این ماشین رو درایو میکنم، رانندگی میکنم و هر دایرکشنی که من این فرمون رو بپیچونم این ماشین اونوری میره. ولی خیلی وقتا در زندگی هست که ما فرمونه رو میپیچونیم به دست راست، میخوایم دست راست بریم، بعد ماشینه دست چپ میره. یعنی میخوای یه کارایی در زندگیت بکنی ولی برعکسش اتفاق میفته. اوکی؟ اینو همه تجربه کردن تو زندگی و تجربه میکنن، حالا خوششون بیاد یا خوششون نیاد فرقی نمیکنه، این قسمتی از زندگیه. حالا هر صورتی، حالا تو هر، یعنی برنامه آدم هست هر کاری که میکنه. بله، میخوام در این قسمت یه شعر بگم آقای زرتوش رو، اگر موافق باشید. بفرمایید. میگه دنیا دیدی و هرچی دیدی هیچ است، و آن نیز که گفتی و شنیدی هیچ است. سر تا سر آفاق دویدی هیچ است، و آن نیز که در خانه خریدی هیچ است. میخوام برای کسانی که در لایف هستن بیان بکنم که ما برای شما در اخیر این لایف 15 دقیقه یا 10 دقیقه رو برای شما اختصاص دادیم تا اگر سوالاتی دارین از آقای زرتوش رو بپرسید. من انتخاب میکنم سوالاتون رو از من میپرسم تا براتون پاسخ. خب آقای زرتوش، پس اوکی، پس دوستان عزیز در 15 دقیقه آخر این برنامه، 15-20 دقیقه آخر این برنامه، اگر سوالی دارین لطفاً بنویسین و ما به سوالای شما جواب میدیم. آقای زرتوش، چرا جوانان اینقدر زندگی رو سخت میگیرن و همیشه باهاش درگیرن؟ نظر شما چیه در این باره؟ اولا که الان تو یه زمانی هستیم که به خاطر سوشال میدیا و به خاطر اینکه به طور کلی اطلاعات، اینفورمیشن خیلی سریع داره پرواز میکنه. یعنی الان من در تولوم مکسیکو میتونم برم یه جایی یه کاری بکنم و برم لایو رو اینستاگرام یا تلگرام یا هرچی، بعد همون لحظه کسی که در تهران یا در مشهد زندگی میکنه ببینه که شما داری چی کار میکنی. خب این اینفورمیشنی که اینجوری داره، اطلاعاتی که داره اینجوری پرواز میکنه یا از یه جایی میره به یه جایی، در ضمنم این انگزایتی درست میکنه. و اینکه ما دنیا خیلی شلوغه توش، خیلی اتفاقای گوناگون دائم توش میفته و
خب این اطلاعات رو مثلا 50 سال پیش به این صورت ما مثلا می رفتیم جلوی تلویزیون می شستیم اخبار رو نگاه کنیم و خب خیلی سانسور شده بود اخبار، یا مثلا رو رادیو یا یا یه مجله. الان فوراً اخبار از یه بر میره به یه جای دیگه و به طور کلی اخبارهایی که ما میگیریم اینا چیز خوبی نیست، همش بیشترش یعنی اونایی که دیزاین شده برای اینکه انگزایتی درست کنه. و الان خیلی ها باشون صحبت میکنه آدم، یا خیلی هایی که توی شهرها زندگی میکنن این احساس رو دارن، یعنی این احساس انگزایتی و نروسنس. یه دلیلای گوناگون داره، یکی به خاطر الکترومگنتیک ویویه که از تلفن ها و کامپیوتر ها و تاورهای 5G ما میگیریم، یه مقدارش به خاطر اطلاعاتیه که این شبکه‌های خبری میدن بیرون، یه قسمتش هم هست مال دایتمونه، اونجوری که داریم غذا میخوریم تا این نیرو ترانسمیترهای رو در قسمت گوارشمون تحت تاثیر میذاره و انگزایتی درست میکنه. اون حالا یه بخشیه که من باید یه روزی راجبش صحبت کنم. بله، راجب این صحبت میکنیم. آقای زرتشت، شما در رابطه به این موردها، نجنگیدن با زندگی و بدیهی اینا، کورسایی دارین که من در جریان هستم. حالا بهم بگین که میخواین کورسا تمام این کسایی که شما رو دنبال میکنن و برنامه هاتون دنبال میکنن چطور بهشون پیشنهاد بکنین؟ اینا آنلاین هستن همشون؟ این که میدونم ان پرسن هم وجود داره یا جمعیه؟ راجب این بیشتر بگین، چون من خیلی رو دیدم که در کامنت نوشته کرده بودم میخوان در این مورد بدونن. ما الان این اولین سری این کورسی که من آنلاین گذاشتم که اسمش هست بازگشت به عشق و بالانس کردن شاکراها، که یک فعلا اینو این کورسیه که من دارم آفرش میکنم و روی وبسایتمون به زودی ما اعلان خواهیم کرد که اونایی که میخوان برای پرایوت سشن، یعنی پرایوت سشن فارسیش انفرادی، یعنی یه دونه اپوینمنت انفرادی میخوان با من داشته باشن مثلا برای نیم ساعت یا یک ساعت، اونم داریم درستش میکنیم. و در ضمنم من یه پروگرامی دارم به نام لایف ترینینگ پروگرام که اینو من از 2020 سال 2020 من اینو درست کردم. این برای کساییه که میخوان یک پرایوت ترینینگ پروگرام وان آن وان با من داشته باشن، یه برنامه 6 هفته ایه که برای اوناییه که مثلا یه دونه هدف عرفانی دارن یا یک هدف از نظر سلامت دارن، اون وقت اونا رو باشون من مثلا اپوینتمنت میذارم، سوال ازشون میکنم که چیکار میخوان بکنن، به کجا میخوان برسن، و برایشون من یه پروگرامی درست میکنم که تیلر میده، یعنی تیلر مید. یا شما میرین به خیاطی مثلا میخوان یه کت شلوار براتون درست کنن یا یه لباسی درست کنن، یا تیلر مید برای شما میکنن. اونم من به زودی از فکر کنم هفته آینده من وبسایت جدیدم آماده خواهد بود یا در روز آینده، اینا رو دیگه از اول سال اینا رو آفر میکنم. آقای زرتشت، بفهمم، خواهش میکنم. میخوام بگم این قسمت در رابطه به کورس بود، میخوام بگم عرفان چه تأثیری بر زندگی داره، چقدر کمک میکنه تا جوانان با زندگیشون نجنگن و درگیر اینقدر درگیر زندگی نباشن و زندگی رو آسون بگیرن. خب این ببین سر جان، مثل همه چی در زندگی، یعنی اگه از بچگی با آدم یاد ندن یه چیزی رو، حالا هر چی هست، و
بعدن آدم بخواد یاد بگیره، همه چی یک کورسه، یک ترینینگ پروگرامه که مخصوصا توی عرفان، یعنی اگه آدم راهش رو پیدا کنه، راهش درست باشه، معلمش درست باشه، اون موضوعی که داره یاد میگیره درست باشه، یک بار فقط باید آدم اینو یاد بگیره، یعنی دیگه نباید هر دفعه بره اینو، اون چیزی رو که یاد گرفته برای تمام زندگیش هست. برای مثال اینم یه نوع اینوستمنته، یعنی سرمایه گذاری کردنه. شما مثلا به این یاد گرفتی دوچرخه سوار شی، یا ماشین روندن و رفتی کلاس‌های مخصوص یاد گرفتی چجوری ماشین برونی، اینو یه دفعه در زندگیت میکنی، هر دفعه که نباید بکنی. وقتی یاد گرفتی ماشین برونی، دیگه ماشین رو یاد گرفتی برونی، یا دوچرخه رو یاد گرفتی برونی، تا آخر عمرت میدونی چیکار بکنی. اینجا الان یه پروبلمی که وجود داره برای مثال اینه که وقتی من میگم که با زندگی جنگیدن، یعنی اینکه من میخوام خواست خودم رو فورس کنم به زندگی. یا برای مثال بگیم که مثلا من پیغام میگیرم از دوستان، حالا جوانا یا کسایی که سنشون بالاتره، که من دنبال اون توین فلیم هم میگردم، یعنی دنبال اون قسمت سولمیت، فارسیش دوباره نمیدونم چیه، یعنی دنبال اون عشق هم میگردم که از باید پیداش کنم، که در این زندگی اگه من اینو پیدا کنم ما دوتا با هم یکی خواهیم شد. برای مثال اینو برای مثال میگم، عشق جاودانه آدم. اوکی، ولی اینو نمیشه فورسش کرد، یعنی من هی زور بزنم که من باید این عشقم رو پیدا کنم، تا اینکه اتیتود، یعنی اون رفتار آدم عوض بشه، یعنی یه ذره آدم بکشه عقب و این رفتار رو داشته باشه، این منتالیتی رو داشته باشه که اوکی، اگه این به من اتفاق بیفته خیلی خوبه، ولی اگه اتفاقم نیفته بازم اوکیه. برای اینکه وقتی که ما یه چیزی رو که روش شروع میکنیم اینوستمنت کردن، داریم توش سرمایه گذاری میکنیم، بگیم مثلا من میخوام با یه خانومی عروسی کنم، اوکی؟ حالا من یه دونه اگزمپل خیلی آسون، که بنده میخوام با یک دختر خانومی عروسی کنم و حالا من شروع کنم سرمایه گذاری کردن روی آدم، یعنی با هم میریم بیرون، نمیرم پارتی میریم، شام میریم، شاید با هم دیگه رفتیم مسافرت ترکیه یا دبی، داریم هم دیگه رو میشناسیم، مثلا یک سال دو سال همدیگه رو دیت میکنیم، اوکی؟ بعد بالاخره به یه پوینتی میرسی که ازش میپرسی که، یا بهش انگشتر رو آفر میکنی، میخوای باش ازدواج کنی، و طرف میگه نه، قبول نمیکنه، میگه که نه من مثلا عاشقت نیستم، یا فکرامو کردم نمیخوام باید ازدواج کنم. بعد بیشتر آدم ها اتفاقی که براشون میفته اینه که کراش میکنن، میفتن، چون خیلی سنگین سرمایه گذاری کردن در چی؟ در نتیجه این کار. شما وقتی توی هر کاری اینجوریه که منتلی در ذهنت خیلی سرمایه گذاری کردی که یک چیزی باید اونجوری که دلت میخواد بشه، بعد وقتی که اونجوری نمیشه ما دیساپوینتد میشیم، یعنی شکست خوردیم و میافتیم. در صورتی که اگر از اول من I go with the flow، یعنی با این جریان لایف برم جلو و روی این سرمایه گذاری که دارم میکنم روی این دختر خانم از نظر ذهنی، که یعنی اوکی اگه آخرش این به من بگه اوکی با من ازدواج میکنه، خیلی خوبه، خیلی خوشحالم برای اینکه سرمایه گذاری نتیجه داده،
ولی اگه مگه به منم بگه نه نمیخوام باید ازدواج کنم، من زندگیم ادامه میده، یعنی کراش نمی کنم که این به من گفته نه. این اتیتود آدمه، این یه اتیتودیه که اگه اون اتفاق بیفته من به خودم میگم که اوکی، کیهان اگزیستنس، دنیا داره به میگه که این آدم درستش نبوده و ما برای یه دونه پلن دیگه ای داریم، پس من قبولش میکنم و با این فلو، با این جریان رودخونه دارم اونوری میرم، به جای اینکه حالا بخوام باش بجنگم. وقتی من راجع به این جنگیدن با زندگی صحبت میکنیم، منظور من اینه که ای من کلمو بکوبم به دیوار که این باید اینجوری باشه، دیوار که طورش نمیشه، من فقط کلم میشکنه. بله موافقم. من خیلی ها رو دیدم که وقتی با مشکلی برمیخورن و نمیتونن راه حلش رو پیدا بکنن، حلش بکنن، متاسفانه عقب نشینی و میگن من افسردم، حالم بده، حالا حوصله اصلا ندارم، نمیتونم کار بکنم، اصلا هیچ کاری از دستم بر نمیاد. خب دیگه در این قصه هم میخوام اشتر بگم آقای زرتشتیان میگه ما و مجنون هم سبق بودیم در دیوان عشق. خب او به صحرا رفت و من در کوچه ها رسوا شدم. خب ماشه زنده باد. خب این حالا مثلا این ورکشاپی که ما داریم، آنلاین کارگاهی که داریم، مثلا یک کسی ممکنه بیاد بگه خب این چجوری به درد من میخوره، یعنی این چجوری کار من رو راه میندازه. چون ببین سهر جان، من تو این یعنی اندستری، یعنی این کار عرفانی و درس دادن، الان خب از نظر یه حرفه‌ای 15 ساله که به صورت حرفه‌ای دارم کار میکنم، سالها غیر از حرفه‌ای هم این کار کردم و خیلی ها میامدن سراغ من در قدیم، یا حالا شفا میخواستن، یا مثلا یه کاپلی بودن که با هم پروبلم داشتن و می اومدن، زوجی بودن میخواستن از من سوال کنن که مثلا چی کار بکنیم و اینا. آخر برنامه اینه که همیشه یه سوال هست، اینه که انگلیسی میگن What's in it for me؟ یعنی این برنامه که من مثلا بیام این کلاس رو بردارم، آنلاین کورس رو بردارم، این برای من چی کار میکنه؟ به من چی میده؟ اوکی؟ حالا همه این حرفا خوب و آلیو اینا، ولی کار من چجوری راه میفته؟ و اینو همه این مردم دنیا اینجوری هست، نه فقط یه نفر یا دو نفر، یعنی این چجوری به من کمک خواهد کرد. یکی اینه که وقتی که ما یاد بگیریم که اولا که یه الائمنت میخواد، یعنی مثلا وقتی که من این الائمنت یعنی ردیف نیست، حالا مثلا شما ماشینی داری میرونی و چرخای ماشین الائمنت، حالا نمیدونم فارسیش چیه، ولی به هم خورده و تایرها درست روی جاده نیست، یعنی کج شده، بعد این تایرها شروع میکنه خوردن. وقتی شما رانندگی میکنید تایرها خورده میشه، برای همین میبینی که یه طرف تایرت کاملا خورده شده، یعنی مساوی نرفته جلو، بعد ماشین آدم ببره که اینا رو الائمنت کنه. این الائمنت هم توی زندگی معمولی دائم اتفاق میفته که وقتی که من نمیدونم چجوری زندگی رو بخونم، یعنی این رودخونه زندگی رو، این فلوش رو من نمیفهمم، درکش نمی کنم، باعث میشه که دائم من دارم میجنگم، یعنی میخوام من شنا کنم برعکس فلوی این رودخونه، این جهت رودخونه، من دارم برعکسش میخوام شنا کنم و این به شکست اتفاق میفته. برنامه که یکی از هدفهایی که من دارم اینه که یاد بدم به دوستان، کمک کنم که این اینتویشن خودشونو، به این صدای قلبشون، به زبون قلب رو یاد بگیرن و به اون توجه کنن و این یک ترانسفورمیشنیه که ما از
analytical thinking، یعنی از اینکه دائم داریم با این فکر میکنیم و سعی میکنیم چیزها رو figure out کنیم، سویچ میکنیم به صدای زبون دل که اون میدونه که باید کجا بری چی کار بکنی، میدونه که کی باید فشار بیاری آدم زور بزنه، کی باید بکشه عقب. و خب اینه که ما شروع کنیم یاد گرفتن، خیلی اینه نمیدونه، این همه چی الائن میشه، یعنی شاکرهای آدم بالانس میشه و این انرژی که باید فلو کنه، یعنی انرژی انسان با انرژی، یعنی این اینجوری که من دارم نفس میکشم، وقتی نفس کشیدن من این مچ کنه با نفس کره زمین، چون کره زمین یه انتیتیه که زنده است و ریدم داره. اوکی؟ یعنی کره زمین یه دونه سنگی نیست که مرده باشه، توش آتش فشان داره، ولکینو داره، زلزله داره، طوفان توش هست، همه چی هست، یعنی یه انتیتیه که زنده است. این انتیتی نفس میکشه. وقتی که ما با این کار، کارهایی که میخوایم بکنیم الائن میشیم، الائنمنتمون یکی میشه، یعنی نفس کشیدن من با نفس کشیدن کره زمین یکی میشه، من اوتوماتیک روی الائنمنت میام با لایف، با زندگی، فلوم یکی میشه، یعنی دیگه نمی جنگم با زندگی که هی بگم چرا این اینجوری شد، چرا این اونجوری نمیشه. بعد اون وقت میاد آدم به هارمونی، یعنی هارمونیس میشه. هارمونی هم باز نمیدونم چه فارسیش، ولی این ریدم من با ریدم زندگی یکی میشه. بعد حالا من نمیگم این فرمولاییه که مثلا اگه من این کار رو بکنم 100% اون خانمی که میاد فردا با من ازدواج میکنه، نه، ولی فلوم، این رفت، این انرژی که داره موف میکنه درون من با انرژی کیهانی که یکی بشه، بعد چیزها میان با آدم، یعنی میشه شما مثل یه چیز مغناطیسی میشی که اون چیزی که احتیاج داری خودش میاد به تو، نباید بری دنبالش یا نباید بجنگی براش. آقای زرتشت رو من با این رو دیدم، مثلا یکی از افراد دیدم که وقتی بهش نگاه میکردی اون عجله‌ای که داشت و اون مثلا حسی که نرویسی که داشت کامل حسش میکردی. بعضی از افرادش هم برخورد کردی که وقتی نگاش بکنی اون انرژی منفی رو قشنگ میگیری در نگاه اول، اون استرس، اون عجله که مثلا باید این کار رو بکنم، باید این تموم بشه. ولی افرادی رو میبینی، بعضی ها رو میبینی که اینقدر آرومن، وقتی مثلا میبینیشون تو هم کاملا غرق اون آرامش میشی، هی دوست داری باش باشی و هی دوست داری مثلا در اون آرامشی که اون هست و داشتش باشی. حالا راجب گفتین که چطور باید به این آرامشه برسیم، اینا من دوست دارم بیشتر بگین چطور باید به اون خونسردی که هست دست پیدا بود، نکته اساسی چیه که اینقدر آروم مثلا بعض رو دیدی دنیا هی مثلا میگه چه خبرته، همه چی داره مثلا غرق میشه، تو حالا نشستی آروم پیش میری. خب من میخوام اینو بدونم. این سوالت خیلی خوبه، یعنی خیلی سوال اینتلیجنت و باهوشیه که ازم کردی. این دوباره این برمیگرده به اینکه یه ترینینگ پروگرامه، یعنی این یه آموزشیه که ما بهمون درس ندادن از بچگی، یعنی یه دونه پرسنتج خیلی کمی تو دنیا آدمایی هستن که اینو گرفتن، ولی به طور کلی اینو بیشتر آدم‌ها نمیدونن. من اینکه سالها توی کار عرفان بودن و یواش یواش بهش میرسن، و اونم باز برمیگرده به همین سوژه‌ای که ما داریم راجعش صحبت میکنیم، یعنی اینکه خب مدیتیشن خیلی کمک میکنه،
مدیتیشن آدمو بالانس میکنه و کمک میکنه که حالا بستگی داره به چه صورتی آدم مدیتیشن بکنه. حالا مدیتیشن های گوناگون وجود داره، حالا هر چیزی که برای اون شخص کار میکنه باعث میشه که اون آرامش درونی رو با آدم دوباره نشون بده. اون یک. دو، این که ما به گذشتمون نگاه کنیم ببینیم که اون لحظاتی که توی گیر کرده آدم کارش یه جایی و دسپرت بوده، حالا مثلا میگم که من باید دوباره اینا اگزمپل هایی که من استفاده میکنم، مثلا من یادمه که یه دفعه تو بیابونای کالیفرنیا با موتورهوم هم میرفتم و این جوش آورد و هیچی، خلاصه موتورهومه وسط بیابون گیر کرد. حالا تو وسط موهابی دزرت، حالا سلفون کار نمیکنه که اونجا، موبایل کار نمیکنه، آنتن نمیشه، آره خلاصه جوش و فلان و اصلا پاپ تا پین رادیاتور زد بالا و آب همه جا پاشید و دیگه ما زدیم کنار. حالا یه کسی میتونه بیاد شروع کنه فریاد کشیدن، وحشت کردن، استراب و اینا که خدا من میمیرم اینجا، بین میبرم اینا، یا من پولوور که کردم و تو ماشین اومدم بیرون، حالا درجه حرارت هم هست مثلا 37-8 درجه، رفتم برای خودم یه گوشه نشستم یه ذره نروس سیستم آرامش پیدا کنه و سعی کردم که ببینم میتونم زنگ بزنم، دیدم نه اصلا فایده ای نداره، اصلا سلفون وجود نداره. برای خودم نشستم گفتم که اوکی، همونی که منو آورده اینجا، یعنی اون خدایی که اون اگزیستنسی که این انداخته بود تو دل ما که از توی این بیابونه رد بشیم، ما رو آورده اینجا، همونم مسئوله که من از اینجا بیاره بیرون. واگذارش کردید؟ آره، یعنی من مسئول نبودم خودم رو بکشم بیرون، این مسئولیت اگزیستنس اوست که من رو از اینجا بکشه بیرون. بعد هیچی، حالا ما اونجا نشستیم یه رو نیم ساعت، دفعه اول نیست این اتفاق برام میفته، برام خیلی از این اتفاقا افتاده که هیچ رای نداری، اینجا نمیتونی بری، هیچ کاری نمیتونی بکنی و باید تسلیم شی به او. هیچی، نیم ساعت 45 دقیقه گذشت، بعد یه ماشینی از اینجا داشت رد میشد که من فقط اومدم وسط خیابون و wait flagged him down و خب اونم دیگه پول اوور کرد و به من یه رایت داد، منو تا یه شهر نزدیکی که مثلا نیم ساعتی بود رسوند و اونجا خلاصه ما رفتیم و جل صغیر پیدا کردیم و تریپل ای داشتم دیگه، برگشتیم و این آر وی آر توش کردیم بود. حالا همین اتفاق یه دفعه با دو تا از دوستای من، یه کاپلی بودن، اتفاق افتاد و ما یه جایی گیر کردیم و اینا روز قبل شنیده بودن که اگه توی صحرای آریزونا گیر بکنیم میمیری از بیابی و خوشحالی و اینا. آقا اصلا نمیدونی چه اتفاقی افتاد، یعنی زن و شوهر شروع کردن فریاد کشیدن، گریه کردن، نمیدونم جیغ و داد کردن. حالا من اونجا نشستم اینجوری دارم اینا رو نگاه میکنم، اینا مثلا تو سر خودشون میزنن، آدم های ایژوکیتد میدونی، با چیز نبود. آره من نشستم یه ساعت اینا گریه کردن و فریاد زدن و فلان و اینا که ما میمیریم اینجا اینا، وقتی که آرامش پیدا کردن و من با یه سلوشن اومدم و خلاصه کارمون رو افتاد. یعنی نهایتا منظور من اینه که این ترینینگ پروگرامی که ما داریم، این کاری که میخوایم بکنیم،
روی شاکرا بالانسینگ یا بازگشت به عشق، این یک آموزشی نیست که مثلا این کار آدم میکنه و خوبه برای یه هفته یا دو هفته. این یه آموزشه که برای تمام زندگی آدم هست، که آدم یاد بگیره چجوری از اینجا بیاد به اینجا و از قلبش آپریت کنه، یعنی از یک جای آپریت کنه که توکل داره، از یه جای آپریت داری آدم آپریت میکنه که این فلو زندگی رو داره میبینه، چون قلب آدم میبینه این فلو رو و باش یکیه. ذهنه نه، ذهنه در تضاده. ذهنه فکر میکنه باید همه چی رو بدونه. ذهنه فکر میکنه چرا؟ چون میخواد کنترل کنه. من باید بدونم چه اتفاقی میفته. آی زرتوش، من بیام نمیدونم آلمان، بیام کلاس باز کردن چشم سوم، چشم سوم من باز میشه یا نه؟ من کجا میبینم چشم سوم باز میشه یا نه؟ بعد از این چشم سوم من باز بشه چه اتفاقی میفته؟ من کجا میبینم چه اتفاقی برات میفته؟ اگه من میدونستم چه اتفاقی میفته که خب میری تو استاک مارکت پول میذاری بعد میلیونر میشی دیگه، اگه بدونی چه اتفاقی میفته که من که نمیدونم چه اتفاقی میفته برای کسی بعدها، ولی اینو میدونی که اگه این یک سری کارهای رو انجام بدی و یک آگاهی رو پیدا بکنی دیگه اون جنگی که با دنیا داری اون جنگ از بین میره. خب اگه من با دنیا نجنگم، الان یه دونه اکویژن خیلی سیمپلی ما بذاریم، فکر کن که در روز که از خواب پا میشی تو هزار اتفاق برات میفته، هزار جورم چالش داری، یعنی ماشینت خراب میشه یا نمیدونم اتوبوس خراب شده یا نمیدونم از سر کار آدم بیرون کردن یا آدم با مادرش دعوا شده یا با پارتنرش دعوا شده یا نمیدونم سرطان گرفته مریض شده، نمیدونم افتاده دستش شکونده، میلیون ها اتفاقای گوناگون در روز برای آدم میفته، درسته؟ اونا رو که نمیشه کنترل کرد. که مثلا شما فیلادلفیا زندگی میکنی، داری رانندگی میکنی، یه آن حواست نیست، یا پلیس پولوورت میکنه میگه داشتی 10 مایل بالای سپید لیمیت میرفتی، به تیکت میده، اوکی؟ اون که نمیتونی کنترلش کنی، ولی قسمتی رو که ممکنه کنترل کنی اینه که چجوری به این ریسپان میکنی، عکس العملت بهش چیه. اون قسمت رو میتونی آگاهیشو داشته باشی، یعنی اگر کنترلی وجود داره اون قسمت رو میتونی، ولی بقیهشو که دست تو نیست. ما میخوایم یاد بگیریم که چجوری روون بشیم و با up and down های لایف، بالا میره پایین میره میچرخه، ما با این خیلی سواوه خیلی روون بریم که تنشن نباشه، ای ما باش نجنگیم. بعد اینو که آدم یاد بگیره، بعد خیلی جالبه، خودت که ماشاءالله در این سن جوان اینو خیلی خوب بلدی یادگیر، یعنی میدونی اینو اصلا از بچگی باش به دنیا اومدی، ماشاءالله ماشاءالله بزنم به چوب، این باعث میشه که یه دفعه زندگی روان بشه و یه دفعه جالبش اینه که اون چیزایی که آدم احتیاج داره خودش میاد پیش آدم، خودش میاد به طرف آدم. اینو ذهن نمیفهمه، نباید سعی کرد با ذهن آدم اینو بفهمه، این قلب میفهمه. آقای زرتشت، باید برای کسانی که در لایف هستن بگم که حرفایی که آقای زرتشت میگه و همینطور در این رابط هزار کجایی که میشنوید، هیچ موقع اینا رو برای شما در مکتب، در کار، در یونیورس، دانشگاه ها یاد نمیدن. من اینو کامل کامل پی بردم و هیچ وقت هیچ جایی نمیدونم چرا آقای زرتشت
خیلی ها هستن که به این مسئله پی بردن و شما که خیلی خوب کورس گذاشتید و خیلی مواردهای دیگه خیلی کمک میکنید، بابت ممنونم. اما خیلی ها هستن که آرومن، ساکتن، سکوت میکنن، هیچی نمیگن، نمیفهمم چرا، برای چه. ولی بدونین که این حرف ها خیلی باشه و این حرف ها رو در هیچ جای دیگه، منظورم از جای درسی هستش، هیچ موقع اینا رو برای شما نمیگن، هیچ موقع دوست ندارن این دنیا رو روی کف دستتون بگیریم و کارهایی که دوست دارین انجام بدین. آقای زرتشت، خیلی دوست داشتم بپرسم حالتون چطوره. خیلی خب، میخوام یه شعر بگم، نظرتون چیه؟ بفهمه. یک کوچولو، یک کوچولو طولانیه، ولی تلاش میکنم زودتر بگمش، اونقدر هم نیست دیگه. خیلی خب، میگه زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست، در حق ما هرچی گوید جای هیچ اکراه نیست، در طریقت هرچی پیش سالک آید خیر، در صراط المستقیم ای دل کسی گمراه نیست. چیست این سقف بلند ساده، نقش نیلگون، منظورش از آسمونه، زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست، بر در میخانه رفتن کار یک رنگان بود، خودفروشان را به کوی میفروشان راه نیست، بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه باشد گاه نیست. خیلی قشنگ. آقای زرتشت، میخوام تایم رو کنترل بکنم، الان ساعت 8:30 دقیقا مونده، میخوایم بیشتر صحبت بکنید، بعدش نظرتون چیه که وقت برای سوالان کسانی که در لایف هستن دارن از شما بپرسن. آره 100%. یادت هست سر جان که صحبت میکردیم راجع به این که ازم پرسیدی آیا من حاضرم با دیگران کوآپریت کنم، یعنی همکاری کنم؟ یه سوالتون مایا از من کردی دیروز که یادت هست با هم صحبت میکردی، منشن کردی که به طور کلی یعنی در این رابطه این که با دیگران ما کمک کار بکنیم، من خیلی اوپنم، یعنی با ایدیاش، ایده این که اگه بخوان دعوت کنن یا ارگانایز کنن، یه عده از من پرسیدن لندن میای، یه عده از من پرسیدن پاریس میای یا ترکیه میای یا اینا، من خیلی اوپنم به این که برم جای گوناگون یا برم لس آنجلس یا شهرهای دیگه آمریکا یا کانادا، منتها یک کسی باید اینو برنامه ریزی کنه، ارگانایز کنه، یعنی نمیشه که اینکه یکی بالا نشسته میگه که آره لنگش کن از بیا اینجا برام برنامه بذار. من مایند نمی کنم که بیام مثلا در یک جای دنیا برنامه بذارم، ولی این باید کمک، حمایت میخواد، باید حمایت بشه. آره یه ارگانایزر باشه، کسی که میتونه ارگانایز کنه، یا آدم ها رو بیاره، جا رو پیدا کنه، اینا رو درست کنه، من اهلش هستم. یا بخوان دعوت هم کنن یه جایی که من یه سپیچ بدم، صحبت کنم، نطق کنم، یا کاره شفا بکنم، I'm open to it. برای همینه که اگه کسی مایله میخواد این کار رو بکنه یا توانشو داره و میخواد به مردم دیگه، به فارسی زبانهای دوستان ایرانی و افغانی کمک بکنه، اوکی ارگانایزش کنیم، من میام و کار میکنیم. بله، خیلی ممنونم آقای زبان، و انشالله که در کشورهای دیگه ببینم اتون تا بتونین این شفا رو برای همه وصل کنید. اتفاقا راجع به شفا که الان صحبت میکردیم، من دیروز لایوم فقط انرژی، یعنی
یه چیز یه او اصلا نمیخواست ما حرف بزنیم. من که نشستم اصلا دهن من باز نمیشد و یعنی میگفتن که دیگه اصلا بشین اینجا ساکت باش و ما میخوایم انرژی شفا رو بفرستیم. و حدود مثلا 50 دقیقه 60 دقیقه من نشسته بودم و احساس میکردم یه انرژی خیلی قوی بود و فکر کنم که خیلی پیغام گرفتیم این چند روزه از دیروز به این ور، خیلی احساسش کردن و خیلی جالب بود، خیلی خوب بود. بعد اینکه تموم شد من حدود 3 ساعت نمیتونستم صحبت کنم. اینجا من خودم نشسته بودم توی خرسه برای 3 ساعت. خیلی یعنی باید بگم خودم خیلی حال کردم. وقتی شفا میدید، وقتی انرژی میدید همینطوره نه؟ فکر کنم انرژیتونو مثلا همون انرژی که داریم با بقیه وصل میکنید. طبیعیه که باید خسته بشید. نه من راستش بخوای خسته از کار شفا خسته نمیشم. انرژیتون کم؟ نه نه یعنی خیلی های میشم، خیلی میرم توی حالت خلسه. منتها جایی که خسته میشم اینه که مثلا وقتی که تور میرم، تورای اروپا یا هر جا، بعد مثلا از ساعت 7 صبح پا شدی تا 7 شب کار کردی، از اون روپا بایستادی یا خیلی با آدم های گوناگون کار کردی، ازت خیلی سوال کردن، اون قسمتش منو خسته میکنه. ولی قسمت این که شفا میدم خستم نمیکنه، اون بهم انرژی میده. عالیه، خیلی ممنونم آقای زرتشت. من میگم که 13 دقیقه وقت داریم، ببخشید. بله. میگم این همه بذاریم برای دوستان که سوال دارن. آره، این قسمت الان بخش شماست دوستان عزیز، کسانی که الان در لایف هستید هر سوالی دارید بفرمایید، من برای آقای زرتشت را میخونم و ایشون هم براتون پاسخ میدن. خیلی خوب، منتظر باید باشین سوالات بیاد آقای زرتشت را. فقط 11 دقیقه مونده که بریم تموم بشه برنامه. حالا مثلا چند دقیقه بالا پایین رفت. It's okay. من دارم میخوام بخونم، منتها من چون این رینگ نور دورمه یه ذره سخت برام. آره، من نیکی رو دیدم گفته استاد دبی میایید که ما در این رابطه فکر کنم آقای زرتشت رو صحبت کردن، گفتن که باید سپورت بشیم. اسم ایشون چیه؟ بذارید من بهتون پیداش کنم. اسم ایشون سوالات میاد رفتن ولی فکر نکنم بتونم پیداش کنم. ازشون میخوام که دوباره این سوال بکنن، چون بعضی وقتا روی فید خیلی سریع رد میشه. آره. یا برامون اگه لطف بکنین یه پیغام دایرکت مسیج بدین. من میدونم که ادمین دارم ولی خیلی وقتا میرم سوالا رو یا پیغاما رو خودم نگاه میکنم، منتها فارسی نوشتنم مثل بچه های 4-5 ساله است. الان من بخوام جواب یه چیزی به فارسی بدم مثلا 45 دقیقه طول میکشه. آقای زرتشت رو یه سوال داریم ولی لطفاً خواهشم هم سوال میخواییم بپرسیم بگین از دقیقاً کدوم کشوریم و اسمتونم بنویسین لطفاً، چون اسمایی که مثلا شما دارین یوزر نیماتون مختلفه دقیقاً، یا اسمتون نیست یا مخففه. یکی نوشته چرا تغییرات ما سطحی و عمیق نیست و گاهی مجدد برمیگرد به حال قبلیمون؟ اینو آقای نمیدونم اسمشون چیه دقیقاً. اوکی، پس سوال بود که ببینم سهر خانم شما وقت دارین اگه من میخوایم یه ذره طولانی تر سوال جواب بدیم؟ وقت دارین یا شما باید برید؟ دقیقه نیم ساعت. بله وقت دارم، میتونم سوال رو بعد. چون الان احساس میکنم توی فلوین و داره خوب پیش میره و حیفه که
قطعش کنیم الان. اوکی، تو سوال ایشون چی بود؟ سوالش نوشته چرا تغییرات ما سطحی و عمیق نیست و گاهی مجدد برمیگرده قبلیمون. خیلی، این خیلی سوال خوبیه. ببینید، این یه راه سختیه، راه آسونی نیست، و توی این راهی که ما هستیم خیلی چالنج های یعنی چالنج چی میشه سرخمون؟ خیلی چالنج های زیاد توش پیش میاد. این چالنج هایی که برای ما تو این راه اتفاق میفته از طرف اوست، یعنی اگزیستنس خداونده. البته وقتی میگم خداوند منظورم یه دونه شی نیست، این اگزیستنس. اینا همیشه چالنج میکنن آدم و فقط شما چالنج نمیشین، من خودم هم چالنج میشم که برت میگردونن به اینکه آیا توکل داری به او، توکلت قویه یا نه. برای همینه که لیول های گوناگون داریم ما. مثلا شما میرسی به کلاس اول تمام میکنی میری دوم، ولی کلاس دوم که بری یا کلاس سوم بری، اون چلنج هایی که کلاس اول بودی رو برات نمیارن، چلنجی که کلاس سوم هستی رو برات میارن، چون اونا مال قدیم بوده. ولی چلنج ها همیشه میاد. دلیلی هم که میاد اینه که برای اینکه میخواد فورست کنه که برگردی تو قلبت، برگردی به توکلت به خدا. بله. یکی یه شخص دیگه گفته، ممنونم برای پاسخ آقای زرتوش. یه شخص دیگه گفته، فکر کنم در رابطه به دیشب گفته چرا، ببخشید دیروز، گفته چرا دیروز تو مراقبه از هوش رفتم، خانم آرت، ولی دقیقا اسمشون نیست. من خواهش میکنم از شما که اسمتون و کشوری که برام بنویسید. گفته چرا دیروز مراقبه از هوش رفتم تو مراقبه که کردید. Right. خب این من وقتی که ما شفا میدیم، من میگم ما، وقتی که ما رو که میگم اینجا به خاطر اینکه این شخصی نیست، من کار شفایی که انجام میدم یک چیزی نیست که مال من باشه، اوست. برای همینه که من لغت ما رو استفاده میکنم، یعنی برای اینکه شما متوجه بشید. همگی وقتی که ما میریم توی اون کار شفا و این انرژی، این انرژی تایم سپیس رو نمیفهمه، یعنی این انرژی زمان و مسافت و فضا رو نمیشناسه. این یه حوزه واحدیه که شما خانم عزیز وارد شدی و خودتو باز کردی، و وقتی که خودتو باز کردی و قبول میکنی، این انرژی میاد میگیرتت. وقتی انرژی رو گرفتین، این شروع میکنه پاکسازی کردن، و توی تندرستی کوانتومی بود پنجم، یعنی این مدلتی هیلینگی که ما انجام میدیم، این یکی از سریع ترین نوعای هیلینگیه که روی کره زمین الان وجود داره. یعنی آخرین، به یک صورتی آخرین اینفورمیشن مثل که وجود داره، این اطلاعات رد و بدل میشه. توی این رد و بدل اطلاعات شده، کاری که تندرستی کواندومی بعد پنجم میکنه اینه که این اطلاعات قدیمی در سلولر مموری یا شما رو میکشه بیرون و اطلاعات جدید میذاره توش. این حالا من به عنوان خیلی سادهش دارم توضیح میدم، چون از این کامپلیکیتد تره. و در این اتفاق که میفته، مثل این که شما کامپیوترتون رو ریبوت میکنید. وقتی کامپیوترمون رو ریبوت کنید، دیدین شما مثلا اگه کامپیوترتون رو، این پروگرام ها رو اپگرید که میکنی رو کامپیوتر رو باید خاموشش کنی، یا خودش رو خاموش میکنه.
برای همینه که شما خوابتون رفت یا خسته شدین یا آدم سرش درد میگیره یا یه اتفاقایی میفته یا میره تو خلسه، برای اینکه ما داریم ریستراکچر میکنیم، یعنی شما رو داریم برتون میگردونیم به اون جایی که باید باشی. آقای زرتوش مرسی از پاسخ شما. و یاسین سوال کردن، گفت استاد دانشجو پذیرش نداری؟ نمیپذیری منظورشونه؟ چرا دانشجو پذیرش به چه عنوان؟ یعنی من باید این قسمتش هم بفهمم که پذیرش چیه. یعنی وارد یک دونه ترینینگ پروگرام میخوان با من بشن یا دقیقا من نمیفهمم این قسمتشو. یاسین باید جواب بده که دقیقا چی میخواد. و یک شخص دیگه، لطفا من خواهش میکنم اسماتونو و کشوری که وقتی سوال میکنید در اخیر برام بگید. آقای زرتشتی که نوشته انرژی که استاد میفرستن تو لایوه ها باعث باز شدن چاکراها یا مراکز انرژی میشن، اینو نمیدونم اسمشونو دقیقا، باید بنویسم. اوکی. بله کاملا. یعنی هر دفعه که شما لایف با هم میریم، ببینیم بذاریم یه قسمت این قسمت رو براتون توضیح بدم، من اینکه خیلی مهمه و خیلی اینو احتیاج دارن که درک کنن. البته خب الان همه رو که ما نداریم اینجا، همه نمیشتمن اینو، ولی من باید بازم تکرارش بکنم. من به اینکه یه کسی به من باور داشته باشه احتیاج ندارم، من به کسی احتیاج دارم که بازه. یعنی میگه که میگه چیه، من به شفا مثلا بگه من اعتقاد ندارم یا به این حرفا اعتقاد ندارم یا اعتقاد دارم ولی اوپنم، من بازم. و این تنها ریکوایرمنتیه که توی این کاری که من دارم میکنم احتیاجه. یعنی کسی با قلب باز بیاد ببینید چیه، اوکی من اوپنم ببینیم چی میشه. وقتی که شما اوپن باشی، فرقی نمیکنه که من لایو دارم صحبت میکنم یا لایو دارم انرژی میفرستم و اینو شما میگیری. یعنی در هر دفعه که ما یه لایو داریم، حالا یا این به صورت یک اینترویوه یا زمانی که من خودم تنهایی دارم لایو میرم، هیچ فرقی نمیکنه. اون قدرت هایی که در پشت دارن کار میکنن، اونایی که روی اینستاگرام یا یوتیوب یا فیسبوک دارن با من کانکت کردن، اتوماتیکلی شروع میکنن انرژی گرفتن. اوکی. بگو عزیزم. بگو عزیزم. آقای زرتشت را مژده از ایران، سال بعدی اینه که مژده از ایران گفته که پرسیده که چطوری ذهن و گفتگوها رو ساکت کنیم. ذهنو؟ بله، گفته چطوری ساکت کنیم. این که این سوال is the $1 billion question. خانم مژده جان، این باز آموزش میخواد. ما نمیتونیم که ذهن رو با ذهن خاموش کنیم. یعنی مثلا اگه به خودت بگی که دیگه نمیخوام فکر کنم، فکر نمیخوام بکنم، فکر نکن، هیچ اثری نداره. برای اینکه ذهن آرام بشه، این یک آموزش میخواد. یعنی ما باید یاد بگیریم که چجوری بریم دور بزنیم ذهنم. اینم که یه دونه اصطلاح ایرانیه که میگن آره طرف منو دور زد، اوکی اینم همین جوریه، باید ذهن رو دور بزنیم. عالیه، خیلی خوب. چون وقتی که شما ذهن رو دور میزنیم میری تو ساکوت، چون پشت اصلی اون بکرانده ساکته، سکوته. بله ممنونم آقای زرتشت رو.
محمد گفتن اسمشون رو نمیشتن ولی من میتونم اسم یوزرنیمشون رو بخونم. محمد گفته استاد چجوری میشه شفادهی روی خودمون انجام بدیم؟ اونم خیلی کوشن خوبیه. باز اینم آموزشه. میگم اینا تمام چیزهایی که هیچ کس به ما یاد نداده. آموزش خودشفایی باز باید یه الائمنتی وجود داشته باشه. یعنی این نفس کشیدن ما باید با نفس کره زمین یکی بشه. برای همین که ما وارد یک ریدم بشیم. یعنی چجوری این کره زمین اکسپنشن داره و کانترکشن داره. یعنی اکسپنشن کانترکشنش هم فارسیش هم نمیدونم چیه. این که روی اونه. وقتی که اینو ما یاد بگیریم اتفاقی میفته اینه که شاکرامون بلنس میشه و انرژی فیلدها شروع میکنه به حرکت کردن. اینا رو من خیلی هاشو توی این آنلاین ورکشاپی که خواهم داشت یاد دارم میدم. چون این آنلاین ورکشاپی که من دارم دیزاین کردم که از 17 ژانویه میخوایم شروعش بکنیم، یک اینو ما بعدش میخوایم لیدش کنیم به اکتیو کردن چشم سوم. برای همینه که خیلی مهمه که اینا رو ما یاد بگیریم. مرسی ممنونم آقای زرتوش از پاسختون. یه شخص دیگه، خب سوالات خیلی زیادن، اگر من سوالاتون رو نمیخونم فقط تلاش میکنم سوالاتی که مهمه رو بردارم، همشون مهمه برای ما و همینطور بعضا سوال نمیپرسن اونا رو اگه نمیخونم شرمنده برام. یکی نوشته اسمشون ننوشته، یه شخص گفته که آیا امکان تخفیف برای شرکت در کلاس وجود داره؟ بله امکان تخفیف در وجود داره. من ببین دوستان عزیز، تای دلم من دوست دارم که به همه تون کمک کنم تا اونجایی که بتونم و این چون ماموریت همین کارم، ولی باید یه کاری کرد که نه سیخ بسوزه نه کباب، باید یه کاری یه جوری این رفت جلو که این چرخی که ما تمام این ویدیوها رو درست میکنیم we put them out. خب مثلا 4 نفر بر من کار میکنن، خب اینا همشون حقوق میخوان، مجاری که نمیتونن کار بکنن. خب من باید یه سیستمی رو درست بکنم که هم بتونم به دوستان ایرانیم کمک کنم، چون میدونم اقتصاد ایران خیلی بده، دلار شده 50,000 تومان، و یه جوری هم بکنم که بتونم این کار رو ادامهش بدم. بله ما میتونیم بهتون تخفیف بدیم اونایی که احتیاج دارن، و اونایی که واقعا احتیاج دارن خواهش میکنم اونا با ما تماس بگیرن، با خانم سلماس. من خیلی خوشحال میشم که تخفیف بدم چون دلم میخواد که بیاین. بله در این قسمت میخوام بگم بچه ها، کسی که بیشتر دوست دارم مثلا در کلاسای آنلاین شرکت بکنن و کورس ها بگیرن و این درس ها رو مرحله به مرحله بگیرن، میتونید برای خانم سولماز که ما همیشه آقای زرتوش در تموم پست‌هاشون فیدهایی که میذارن در پیجشون، شماره تماس واتساپ خانم سولماز اونجا هستش و خانم شادی هم در کانادا، میتونید برین اونجا و شماره‌شون رو بردارین و مراجعه کنین. آقای زرتوش رو سوالی خیلی زیاد از بچه‌ها پرسیدن، اسمشون رو نمیتونم بگم چون خیلی این مورد زیاد بود، تقریبا 4 سال در این رابطه بوده، گفته که من همخوابی دارم چطور میتونم کمخوابی درست کنم؟ کمخوابی بله. خب این یک آره این خودش بخش دیگه، این چیزی نیست که من بتونم توی 30 ثانیه درس بدم، یعنی یاد بدم برای این. خیلی دلم میخواد. من توی فکرم که شما چی فکر می‌کنین سر خانم که ما یک برنامه بذاریم مثلا روی یوتیوب، اوکی، که راحت هم بتونیم کامپیوترامون رو وا کنیم که بتونیم سوالا رو خوب بخونیم یا بالا پایین بریم چون روی تلفن یه ذره سخته، یا یه برنامه اینتروداکشن، آیا در ایران میتونن روی یوتیوب بیان لایو؟ بله میتونن. میتونن؟ آره آره.
یا دوستان عزیز اجازه بدین، چون میگم من این اتفاقات توی این چند وقت اخیر اومده، من قبلا روی رادار شما نبودم و اینا همش تازه است و میگم من اصلا به طور کلی هیچ وقت به زبان فارسی درس نمیدادم و همینه که هی اینجا گیر میکنم. خیلی از تمام این چیزها برای من تازه است و دارم فرمولیتش میکنم، دارم یاد میگیرم که چیکار بکنم که این کار بکنه برای همم، چون اینتنشن من اینه که کمک کنم. خانم سهرم خودشون اینجا والنتیر شدن و میخوان کمک کنن. ما کمک احتیاج داریم، مثلا من کمک احتیاج دارم در اینکه در ایران اگه کسی میخواد کمک بکنه یا برای ادیتینگ یه ویدیوها یا یه کسی میخواد کمک کنه برای پست کردن، خیلی اریای گوناگون هست که ما کمک احتیاج داریم. اگه دوست دارین با ما تماس بگیرین، من خیلی خوشحال میشم که من بتونم بیشتر برنامه بذارم و بتونم که دستم باز شه که کمک کنم به دوستان عزیز. ممنون آقای زرتشت رو حرفاتون، مرسی. دوست دارم یه سوال دیگه‌ای که خانم ناهید گفته هستم از آلمان. من دیروز تو مراقبه خیلی گریه کردم، نمیدونم چرا. درست. این اولا که شما این انرژی که شما گرفتید درون شما و قلب شما رو فعال کرد و او خدای خداوند عزیز عشق او خودش رو به شما نشون داد، قلبتون رو باز کرد، برای همینه که گریه کردین. این خیلی خوب بود گریه کردین، این پاکسازی میکنه و آرامش میاره. کاش که مردها آقایان هم گریه میکردن. اگر ما از نظر یک ریس یعنی و مردها مثل خانوما بیشتر گریه میکردن، قلبشون بیشتر باز میمون و ما نمیخواستیم بریم جنگ و همدیگر رو بکشیم و بلا سر هم دیگه بیاریم. اینو به فال نیک بگیرین، خیلی خوب بوده برای شما. بله. الان من میگم سهر خانم چه فکر میکنیم، یک یا دو تا سوال دیگه جواب بدیم ها؟ سوال دیگه دو تا. آره سوال خیلی زیادن آقای زرتشت، باید بگم و واقعا دوست ندارم جواب بمونم، ولی اشکال نداری دو تا دیگه برمیداریم بعدش یه برنامه رو اختصاص میدیم که سوالای همه رو بتونیم از شما بپرسیم. شاید تونستیم مثلا هفته دیگر رو بذاریم روی سوال جواب دادن. حالا با هم دیگه صحبت میکنیم سر خانم، بعد از اینکه کارمون تموم شد امروز ببینیم که چجوری فرمولیت کنیم که بتونیم یه برنامه‌ای درست کنیم که به هم بتونیم کمک کنیم. آره شاهین پرسیده گفته نشونه هایی که او را پیدا کنیم چیه؟ فکر کنم همینطور سوالتون. از نشونهش اینه که الان شما شاهین جان اومدی اینجا و به این اترکتدی، یعنی آره ببین شاهین جان، ببین این نیچرت چیه، یعنی نیچرت ببخشید یه لحظه به من وقت بده شاهین جان که من لغت درستش رو پیدا کنم. چی باعث شده که شما رو امروز آورده اینجا؟ چی باعث شده که به این کشش داری؟ اون چیزی که امروز آوردتت اینجا و به این حرفا کشش بداده اوست. پس او الان درونت داره کار میکنه. باز بیا به بقیه برنامه ها خوش هی هر دفعه قلبت بازتر و بازتر میشه. شما آقای شاهین در دو سه روز آینده خوابی خواهید دید و در این خواب میان پیشت. اگه این اتفاق افتاد به ما بگو چی شد ای دلت خواست. اوکی. یک سوال دیگه هم جواب بدیم. سوال
دارم این سوال خیلی مهم رو براتون. برای یه سوال همینجا اومده گفته که سوالی که میپرسن از نظر من آقای زرتشت خیلی جزئیات داره که باید شما تی جزئیات بریم ولی وقت کم داریم. گفته که درود، اسمشون رو نگفتم، منم نمیتونم اسمشون رو دقیقا بخونم. گفته چه زمانی باید تسلیم بود و پذیرفت و واگذار کرد و چه زمانی باید با اراده و اختیار اقدام کرد. دقیقا اون همیشه آدم در تسلیم هست. تسلیم بودن دلیل نمیشه که اکشن وجود نداره. این خیلی خیلی خوبه، چون من یه دختر خانومی رو در یه جایی یکی دو روز پیش یک ایونتی رفته بودم، تولد یکی از دوستام رفته بودم، یه کسی اتفاقی نمیدونم اصلا چی شد اومد با من حرف زد، فکر کنم یهو احساس کرده بود درونش که یه خبری هست اینجا، اومد با من شروع کرد صحبت کردن. و اتفاقا خیلی جالبه که شما این سوال الان میکنید. تسلیم، ما همیشه تسلیم هستیم، همیشه تسلیم اوی. تسلیم بودن این نیست که ما عمل نمی کنیم. اوکی؟ عملتو انجام میدی، سعیتو میکنی، ولی سعیشو آدم میکنه تا ته، ولی بدون اینکه انتظار نتیجه مثبت داشته باشه، اون تسلیمه. اوکی، میک سنس کرد سر جان؟ اینو گرفتیش یا باید یه ذره من توضیح بدم؟ گرفتم، اگه یه کوچولو بیشتر توضیح بدی خوشحال. اوکی. تسلیم بودن یعنی این نیست که آدم عمل انجام نمیده. الان مثلا در روزمره مثلا خیلی اتفاقا برای من میفته با این کاری که دارم میکنم و خیلی چیزا میشه که یا ردیف نمیشه، به هم میخوره، یا باید زنگ بزن آدم بره دنبالش، هی زور بزنه پوشش کنه که این کاره درست بشه یا نه. بعضی وقتا احساسشو، من انرژیشو دارم که میخوام پوشش کنم، یه موقعی اصلا انرژیشو ندارم، یعنی ولش میکنم، ولی زمانی هم که دارم من پوشش میکنم، میخوام زور بزنم یا دارم سعی میکنم اتفاق بیفته، اون موقع من تسلیمم. تسلیم یعنی تسلیم نتیجهش، به این صورت که اگه راه من بره خوبه، اگه راه من نره بازم خوبه. اون تسلیم اصلیه. ممنونم آقای زرتشت. یکی سوال و سوال آخری بود. سوالت خیلی بله سهر خانم، خیلی ممنون برای زمانتون، خیلی خیلی متشکرم. و ما این برنامه رو ادامه میدیم برای چهارشنبه هفته دیگه، این ستیم. خیلی کمک میکنه به ما که شما شیر کنین این ویدیو رو، این از نظر و این پیغام پخش بشه به دیگران. و این موومنت، این حرکت که ما داریم میکنیم، باید ببینیم خدا چی میخواد کجا بره، ولی هرچی بیشتر با هم دیگه بیایم و یونیفاید بشیم، یکی بشیم، قدرتش بالاتر میره. من شخصا دوست دارم که برنامه‌ای بذارم که شفای دست جمعی توش باشه. دوست دارم بتونم اینو برای همه یه جوری بکنم که همه بهش دسترسی داشته باشن، چون خیلیا با من تماس گرفتن از جای گوناگون دنیا که سالها مریض بودن، کار نمی کنن، پول ندارن، نمیتونن شرکت کنن یا کمک احتیاج دارن. خب من خیلی دارم میخواد به همه کمک کنم. دل آدم یعنی میشکنه وقتی که یه جوان 27-28 ساله مثلا روی چرخ نشسته، یا نمیدونم یه دختر زیبای نمیدونم 32-33 ساله MS مالتیپل اسکلروز گرفته، یا تمام اینا. خب دل آدم میشکنه. من دائم
مسیج میگیرن. ولی اگه همه با هم کمک بکنیم، ما میتونیم یه برنامه‌ای را بندازیم که به همه استفاده کنن ازش. اونایی هم که این برنامه رو گوش میدن و میتونن کمک کنن، اگه میخواین دونیت کنین، با ما تماس بگیرین، یا میخواین وقتتون رو بذارین به ما کمک کنین، من تشکر میکنم. و من نیتم اینه که اینو ادامه بدم و کمک کنم. حالا دیگه باید ببینیم او چی میخواد و آیا راه باز میشه و کمک میرسه یا نه. خیلی متشکرم از وقتتون. خانم عزیز، شما حرفی دارین بزنین قبل از اینکه ما برنامه‌مون رو تمام کنیم؟ حرفی ندارم. من خیلی خوشحالم که این لایو رو با شما دارم میرم و خیلی خوشحالم که وقتم رو در اختیار کسانی که در این لایو هستن و میان علاقمند دارن و فعال هستن و اون حس رو دارن، خیلی خوشحالم. من یکیشون رو حس میکنم، به خصوص اونایی که میگه من گریم گرفت، این حس بهم دست داد، اینا من قشنگ اون حالت درد میگه دقیقا. من واقعا ممنونم و خیلی خوشحالم که یه کمکی میشه و ما به خاطر همین تو این دنیا برای این کارمون همینه. دقیقا. دیروز یک انرژی خیلی خیلی قدرتمندی بود، فکر کنم که خیلی چون این دیروز به تمام کره زمین این انرژی میرفت و من میگم بعد از اینکه لایو قطع کردم و یک 3 ساعت نمیتونستم صحبت کنم، یعنی فقط رفتم اینجا رو کاوچ نشستم، حرکت هم نمیتونستم بکنم و خیلی قوی بود. فکر کنم که خیلی ها across the globe احساسش کردن و باز در آینده هم این کار رو خواهیم کرد. ممنون. یه سوال میخوام بهتون بگم، خیلی جالبه. یکی پرسیده اگه بخواین، خیلی مهمه فکر میکنم. شو. میکنم این رب داره به اون که شما گفتین که فایل مثلا این لایو رو شیر در اساس همه قرار بگیرن. و یه آقایی که فکر کنم اسمش نمیدونم دقیقاً چیه، گفته که سلام، گفته میتونیم فن پیج بزنیم یا فن پیج بشیم، یه پیج بزنیم و فایل هاتون رو بذاریم. فن پیج یعنی روی فیسبوک یا روی؟ دقیقا نمیدونم، ولی فکر کنم منظورشون از پیج اینستاگرامه، میخوان مثلا یه فن پیج درست بکنن و این فایل ها رو اونجا بذارن. من اوپنم و خیلی، یعنی چون مال جنریشن قدیم هستم، خیلی از چیزای سوشال میدیا رو من نمیفهمم خودم، راستش رو بخواهیم کمک احتیاج دارم به اینکه راجب این که، یعنی هر آیدیایی دارین من اوپنم که گوش بدم و ببینم که میتونیم این کار بکنیم یا نه. متشکرم، خیلی ممنون دوست عزیز برای آیدیاتون. بله ممنونم آقای زرتوش، مرسی. مواظب خودتون باشین بچه ها، مواظب خودتون باشین، قصه هاتون پرپر بشه بره تو هوا، هفته بعد میبینم اتون. حتما، خیلی متشکرم. بشم کنم. خدا. خدا فیست.